نمایشنامه سایه اثر روزا جمالی، گوینده شهدک غلامی. صحنه: یک اتاق، یک میز و پشت آن پنجره چهارچوب. روی میز چند برگ روزنامه، یک کارت، یک تنگ، یک لیوان و دو صندلی. یک سطل کوچک آشغال در گوشه پایین پنجره قرار دارد. در اطراف آنگونی پر از سیب زمینی، یک میز کشودار و اساسیه ضروری. یک آینه قدی روی دیوار است. نوری نیم تاریک. دو زن که کاملا شبیه هم هستند، هر دو پیراهنی بلند و سیاه پوشیدند و موهایشان را در مقنعی داخل لباسشان پنهان کردند. در ابتدای نمایش، صدای همهمه آدم ها شنیده می شود که به تدریج می خوابد. زن اول از امتداد راست صحنه وارد می شود، به حالت ترسانی سعی می کند خودش را لای پرده پنهان کند. وقتی مطمئن می شود کسی در اتاق نیست، شروع به وارسی اساسیه اتاق می کند. توجهش به روزنامه ای روی میز جلب می شود. از روی روزنامه می خواند. پلیس سابه ها 11 زن را که چهره شبیه قاتل داشتن دستگیر کرده است. باید اینو یه جوری قایم کنم. شبیه منه. امروز چند شنبه است؟ تاریخ روزنامه یک شنبه است. یک شنبه دوم آذر 1386. خب امروز سه شنبه است. شاید تو امروز قاتل پیدا شده. حتما پیدا شده. اینجا چقدر تاریکه. حتما مال کسیه. صاحب خونه؟ روزنامه هم که میخونه. حتما تا شب بر میگرده. بعد میرفتم دنبال پسرم که از مدرسه برش گردونم. دلم شور میزنه. چرا اینجا یه ساعت نداره؟ چقدر وحشتناکه که تو این خونه یه ساعت هم نیست. ساعت چنده؟ اینقدر تاریکه نمیشه ساعت رو فهمید. فکر کنم یه موش رفته لای پرده. پرده های این خونه موش داره. چطوره خودم همینجا خفه کنم؟ دیگه نمیتونم در برم. دیگه خسته شدم. نمیتونم در برم. اوه نه. باید به اعصابم مسلط باشم. باید یه راه چاره پیدا کنم. کسی اینجا نیست. کسی نمیتونه اینجا باشه. هر کی اومد میگم من اینجا رو اجاره کردم. این کاغذم که تو جیبمه سندشه. اینم سند. دیگه چی میخواین از من؟ یا میگم آدرس رو اشتباهی اومدی. آره کاملا اشتباه کردی. خدای من، شناسنامم نیست. حالا چطوری هویتم رو ثابت کنم؟ حالا مگه دیگه کسی باور میکنه من کیم؟ چطور باور میکنن من اونی که دنبالش میگردن نیستم؟ به خدا نیستم. من یکی دیگه هم. زن دوم از امتداد چپ صحنه به حالتی که انگار کسی دنبالش کرده است وارد می شود. از نفس افتاده است. نگاهش به زن اول گیر می کند. هر دو متعجب و بهت زدند. زن اول یکه می خورد و بلند می شود. اتاق روشن‌تر می‌شود. اوه، همونجا وایسا. اجازه نداری بیای تو. نباید بیای تو. نمیتونی بیای تو. چرا؟ میگم اجازه نداری بیای تو. نمی‌شنوی مگه؟ گفتم نباید بیای تو. اما من فکر می‌کنم درست اومدم. چی داری میگی؟ من راهمو بلدم. فکر می‌کنم درست اومدم. یعنی مطمئنم که درست اومدم. شما اینطور فکر نمی کنی؟ نه. فکر نمی کنی درست اومده باشم؟ شاید. من درست اومدم. کمی به حافظت رجوع کن. درست نیومدم؟ چرا؟ خیلی خوب. زن اول با استراب نگاه می کند. زن دوم مسلط است. زن اول به اعصابش مسلط می شود و با لحنی کاملا جدی. ساعت چنده؟
ببخشید شما ساعت دارید؟ میخواستم ساعت رو بپرسم. شما که بی اجازه میاین تو. بگی ساعت چنده؟ درست اومدم. ساعت میخواید چی کار؟ نه خیر، کاملا اشتباه اومدین. اما متاسفانه اینجا ساعت موجود نیست. شما باید زمان رو به من اطلاع بدین، وگرنه خیلی سریع بیرونتون میکنم. بی اجازه وارد شدید. چه اهمیتی داره که چه ساعتیه؟ اصولا ساعت چیز مهمی نیست. یعنی ساعت برای تو مهمه؟ آره. گاهی خب بعضی وقتا مهم میشه دیگه. مثلا الان مهمه دیگه ساعت. اصلا یا ساعتو میگی یا میری بیرون. لازم نیست ساعتو بدونی، اهمیتی نداره. یعنی الان برای تو اهمیتی نداره، اصلا مهم نیست. چرا؟ لازمه. تا اونجایی که من میدونم زمان چیز خیلی مهمیه. خب حوالی یک الان. یک؟ آره حوالی یک بعد از ظهر. وای یک، چقدر بد. باید میرفتم دنبال پسرم که دیر شد. که اینطور، چقدر بد. متاسفم که دیر شد، اما من تقصیری ندارم و نداشتم. واقعا متاسفم. یعنی فقط متاسفم. نگفتی واسه چی اومدی اینجا؟ تعریف نکردی برای چی اومدی؟ آخه سگ دنبالم کرده بود. داشتم میمدم سگ دنبالم کرد. سگ دنبالت کرده بود؟ خب آره. به نظر میاد یه چیز مهمتر دنبالت کرده بود. شاید. ولی من مطمئنم سگ بود. یعنی به نظرم رسید سگ بود. الان دنبال چیزی میگردی؟ نه. دنبال چی آخه؟ مطمئن نیستم. شاید دنبال چیزی میگردم، اما به خودم مطمئن نیستم. دنبال چیزی نمیگردم. آره دنبال یه چیزیم. یه چیزی هست که دنبالشم. تو میدونی اون چیه؟ فکر میکنم دارم پیداش میکنم. آره پیداش کردم. پیداش کردی؟ اون چیه که تو پیداش کردی؟ چی میتونه باشه اون؟ اومدی اینجا و یه چیزی رو پیدا کردی؟ اومدی تو خونه من و یه چیزی رو پیدا کردی؟ تو خونه من؟ نه. چی رو پیدا کردی تو خونه من؟ ها؟ چی رو پیدا کردی؟ هیچی. چیزی رو پیدا نکردم. یه چیزی رو داری قایم میکنی ها؟ چی رو داری قایم میکنی؟ فکر میکنی نمیدونم من؟ من خودم همه چی رو میدونم. فرار کردن کار هر کسی نیست. اصلا چرا اومدی اینجا؟ این یه معنی داره. فکر میکنی اینطوری داری یه چیزی رو پیدا میکنی، در حالی که معلومه اینجا قایم شدی. بازی در آوردی؟ فکر میکنی پیدات نمیکنن؟ نمیدونم که فرار کردی؟ قایم شدی؟ از دست پلیس فرار کردی؟ نه؟ چی میگی تو؟ اصلا معلومه چی میگی؟ ساکتی چرا؟ آره بهتره که ساکت باشم. پرده های این خونه موش داره. به دیوارم که اعتمادی نیست. بادم که خبرها رو پخش میکنه توی شهر. پس نباید بلند حرف بزنی. یه چیزی توی این شهر هست که فقط من و تو میدونی. چیه اون؟ آره چیه اون که فقط من و تو میدونی؟ من از تو قایمش میکنم و تو از من. چی میتونه باشه اون؟ پس چرا نمیگی؟ چرا ساکتی پس؟ نمیخوای بگی؟ از یه چیزی میترسی فکر کنم. ها؟ میترسی شاید؟ زن اول با خشم به آینه نگاه میکنن. از چی؟ از سایه خودت شاید. با خودت درگیری، یا شاید با یکی اون بیرون. با من درگیری شاید. با شکل بیرونی خودت. با من. با سایت. چرا با سایت آشتی نکردی؟ از سایه خودت، از شکل بیرونی خودت، از سایه خودت هم میترسی؟
نگاهش به آینه می افتد اما رو بر می گرداند. می تونم کمکت کنم؟ می خوای من برم دنبال پسرت؟ نه، لازم نیست. حالا مهربون شدی؟ پس خیالت راحت باشه. برو دنبال پسرت و من اینجا مراقب خونت هستم. نه. می ترسی نتونم از خونت نگهداری کنم؟ یا اینکه دوست بیاد؟ یا اینکه چند تا گونی وردارم و برم؟ یا اینکه اصولاً آدم نامطمئنی هستم و به هم اطمینان نداری و باید پلیس خبر کنی؟ چی؟ اومدی خونه من؟ اون وقت میخوای منو بیرون کنی؟ میرم دنبال پسرم، اما تو هم حق نداری اینجا بمونی. حالا رد دادم پررو شدی. اصلا چی گفتی تو؟ خونه من؟ چطور میخوای همچی کاری کنی؟ همچین اجازه ای نداری، جرعتشو هم نداری. فکر میکنی چنین اجازه ای ندارم؟ چجور اجازه ای؟ جرعت چی؟ جرعت نمیخواد که. معلوم نیست اینجا مال منه یا تو؟ تو میخوای منو بیرون کنی، اما من معتقدم که تو مجرمی. بد نیست به روزنامه روی اون میز یه نگاهی بندازی. روزنامه اینجا نیست. چرا؟ هست، توی سطله. شاید بهتر باشه شما یه نگاهی به خودتون تو آینه بندازید. نه، اوه احتیاجی نیست. صبح اندازه یه کافی آرایش کردم. من زیاد در بند خودم و آینه نیستم. نکنه تو از اون زنایی هستی که مدام درگیر آینه، مدام خیره تو آینه که شاید بتونن شکل ابروهاشونو عوض کنن یا فرم لباشونو یا نگاهشون، به نگاهشون یه معنای دیگه بدن. گوشواره هاتو میپوشی میری جلوی آینه، بلکه تغییری کرده باشی، اما خبری از تغییر نیست. زیباتر نشدی؟ همیشه آینه یه جور نشونت میده. به علاوه انگار یه آینه جلومه، بهتره که نگات نکنم یا به آینه نگاه نکنم. چرا اینجا وایسادی جلوی من؟ لعنتی. شغلت چیه؟ چی کار میکنی؟ مادر یه بچه‌م، یه پسر. فقط همین؟ مگه تو غیر از این کاری داری؟ نه، خونه دارم من. اینجا خونه منه. از خونه من برو بیرون. حالا دیگه اینجا فقط خونه تو نیست. خونه منم هست. منم خونه دارم. من شغلم اینه. خونه دارم. تو هم خونه داری؟ خوبه پس. حالا خونت کجاست؟ اینجا که نیست. هست؟ من خونه دارم. اینجا هم خونمه. تو خونه داری، تو اول برو ثابت کن بعد. خونه دار بودن که ثابت کردن لازم نداره. تمام مراجع قضایی قبولش دارن. میخوای چیکار کنی؟ مراجع قضایی رو خبر کنی؟ زن دوم به آینه نگاه میکند. چطوری آخه؟ مگه همچین امکانی وجود داره؟ مگه میتونم چنین کاری کنم؟ شک دارم که این کار درست باشه، چون پای خودم هم گیره اینجا. ممکنه فقط ثابت بشه که اینجا خونه ما نیست و ما خونه دار نیستیم. اما اشتباهی نیومدیم، از آینه هم که فراری هستیم. اما تو نباید اینجا وایسی و منو بر رو بر نگاه کنی. وقتی تو عینه یه آینه جلوی من وایسادی نمیتونم هیچ کاری کنم. چطور میتونم یه همچین کاری کنم؟ چی کار میتونم بکنم من؟ که نباید بگم. نباید بگم اینو. که ما متاسفانه کاملا شبیه هم هستیم. میخواهد کمی آب برای خودش بریزد، اما تونگ از دستش میافتد و میشکند. نور میرود، نور برمیگردد. زن اول: حالا میخوای چی کار کنی؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ الان ساعت 1، شاید تا ساعت 7 صاحبخونه برگرده. میتونیم تا اون موقع اینجا باشیم. تا ساعت 7 وقت زیادی باقیه.
میتونیم خودمون رو سرگرم کنیم. اون روزنامه رو بده به من. روزنامه رو میخوای چی کار؟ زن دوم در آشغال ها میگردد و روزنامه رو پیدا میکند، ورق میزند و بر صفحه متمرکز میشه. مثلا اینجا رو نگاه کن. تهیه نوعی سالاد. مواد لازم سیب زمینی و کارت. به گونی سیب زمینی ها نگاه میکنند. سیب زمینی هم که داریم. اونجاست. سیب زمینی رو به اشکال مختلف زیر در میاریم و میذاریم سرخ بشه. بخون چقدر سیب زمینی میخواد؟ 6 عدد. میدونستی سیب زمینی خیلی چیز مفیدیه؟ فایدهش خیلی زیاده. میگن برای بسیاری از بیماری ها مفیده. شنیدم از پوکی استخون و آنفولانزای خوکی هم جلوگیری میکنه. به مزدش فکر نکن. به خاطر فایدهش لازمه. آره میتونیم همه شکلها رو در بیاریم. کارت هم که رومیز هست. مزهش هم حالا خیلی بد نیست. آره میدونستی پارسال سال بین المللی سیب زمینی شده بود؟ بعد یه سیب زمینی کمیاب شد. راستی کارت داریم؟ آره کارت اینجاست. بدیش به من. نه بذار دست خودم باشه. گفتم بدیش به من. من سالاد درست کردنم عالیه. هیچ وقت از خردکن استفاده نمی کنم. خودم خرد می کنم. به اندازه و منظم. دستم برای این کار ساخته شده. با کارت خوب کار می کنم. همیشه شکیل می شه. قطعه قطعه کردنم عالیه. چهار گوش منظم. انگار خط کش گذاشته. نه امکان نداره. من سالاد درست کردنم خوب نیست، تعریفی نداره، اما کارت جزو اساسی این خونه است. اینجا خونه منه، اون وقت کارت باید دست تو باشه. امکان نداره. کی گفته اینجا خونه توه؟ تو فقط چند لحظه زودتر از من اومدی. همون چند لحظه، هرچی باشه من زودتر اومدم. خیلی خوب، بهتره شکلها رو درست کنیم. که چی بشه؟ چی؟ که وقت بگذره. دست به کار می شوند. برای چند لحظه شدیداً غرق کارند. زن دوم به صفحه اول روزنامه نگاه می کند. باور کن تو خیلی شبیه قاتلیا. تو نیستی؟ ساکت. بهتره ادامه بدیم. شکل اول پروانه. ابتدا سیب زمینی ها را به شکل ورقه ورقه در می آوریم. بعد از توی آنها پروانه جدا می کنیم. شکل دوم سنجاقک. ابتدا سیب زمینی ها را ورقه ورقه می کنیم و بعد سنجاقک زیر را از آن جدا می کنیم. لازم به ذکر است که ورقه های مورد نظر باید از ورقه های شکل اول قطورتر باشند. شکل سوم زنبور. صداهایی از بیرون می آید. زن دوم. گوش کن. یه صدا میاد. نکنه کسی دنبالمونه. من دارم می ترسم. کم کم دارم می ترسم. تو اول اینجا بودی یا یادت باشه؟ صدای تکان خوردن اشیا و ترق و تروق چند وسیله. صدای مردی بلند و نزدیکتر می شود. صدا کم کم به کنار پنجره نزدیک می شود. می خریم. آهن، چدن، مس، برنز، فلز، پنجره می خریم. اشیای اضافه می خریم. بشقاب روی، فلزی، مسی می خریم. پیاله مفرقی، قاشق چوبی، ملاقه مسی میخریم. دمپایی ابری میخریم. زن اول به سرعت به طرف پنجره میرود و آن را محکم میبندد و سفت میکند. تو شکلهای فرد رو درست کن. من شکلهای زوج رو درست میکنم. اما ما که یک کارت بیشتر نداریم. خب تو بخون، من انجام میدم. نه، کارت باید دست من باشه. اینجا خونه منه و کارت باید دست من باشه. شکل اول پروانه. این یکی رو خودم حفظم. تو ساکت باش. در حین ورقه ورقه کردن سیب زمینی ها دستش رو میبرد. ای وای، چیزی شدی؟ زود باشی پارچه بیار. کجاست؟ نمیدونم. خونه خودته، چطور نمیدونی؟ تو کشوها رو نگاه کن، حتما اونجاست. زن دوم با عجله تک پارچه رو از کشو پیدا میکند و انگشت زن اول را میبندد. کارت رو بده به من. تو استراحت کن. زن اول کارت را روی زمین گذاشته است. الان ساعت چنده؟ 3:30. تو چجوری اینجا را پیدا کردی؟ بر حسب اتفاق. اینجا خونه منه.
نمیفهمی؟ میفهمم. زن دوم با خودش آوازی را زمزمه می کند و سعی می کند خودش را از کارش راضی نشان دهد. این که خودش نمیشه. نه پروانه، نه سنجاقک، نه هیچ کدومش. من که دیگه خسته شدم. کارد و سیب زمینی ها را روی میز می اندازد، دستایش را پاک می کند و سعی می کند استراحت کند. به اطراف نگاه می کند، انگار دنبال چیزی می گردد. نگاهش متوجه بقیه روزنامه می شود که مچاله شده و دوباره در سطل آشغال افتاده است. تو اونو اونجا انداختی؟ آره، لازمش نداشتیم. زن دوم بلند می شود و روزنامه را از داخل سطل آشغال بر می دارد. مال دیروزه، بندازش دور. مال دیروز باشه، چه عیبی داره؟ ورق می زند و خبر را پیدا می کند و آن را بلند می خواند. پلیس تا به حال 11 زن را که چهره ای شبیه قاتل داشتند دستگیر کرده است. ببینم، اسم تو پردیس نیست؟ چرا؟ اینو از کجا می دونستی؟ اسم من پردیس زیاییه. چی؟ یه بار دیگه تکرار کن؟ شوخی می کنی. این اسم از کجا در آوردی؟ چطوری به این اسم پی بردی؟ واقعا اسمم پردیس زیاییه. جعل اسم؟ به این کار چی میگن؟ جعل اسم. اسم من پردیس زیاییه. میفهمی؟ از خونه من برو بیرون. تو قبل از من اومدی اینجا خودتو قیم کنی؟ روزنامه رو هم که مچاله کردی انداختی دور. با چه ادعایی میخوای ثابت کنی اینجا خونه توه؟ تو نمیتونی ثابت کنی این خونه مال من نیست. پلیس تا به حال 11 زن را که چهره شبیه قاتل داشتند دستگیر کرده است. بعکس نگاه کن. شبیه توه. نه؟ شبیه تو نیست؟ خیلی ساده است. میتونی بری خودتو به پلیس معرفی کنی. اگه یکی از ما به قتل برسه مثل اینه که هر دو به قتل رسیدیم. شاید. پرویز میگفت. پرویز؟ پرویز شوهرم میگفت. تو پرویز از کجا میشناختی؟ اسمش تو شناسنامم هست. میخوای ببینی؟ نه. میگفت. ببینم پرویز چه شکلی بود؟ مرد بلند قدی بود. مرد بلند قدی بود؟ آره، مرد بلند قدی بود. آره، اسمش پردیس بود. کی؟ همون زنی که پرویز حرفشو میزد. که اینطور؟ پس پرویز از من حرف میزد. آره. نور میرود. در نوری موزعی. زن دوم. پرویز، فکر میکنی چی کار کردی؟ یعنی کلید این معما دست تو بود؟ یعنی تو میدونستی اینجوری میشه؟ ما دوتا یه اسم داریم. پرویز، یعنی تو میدونستی این اتفاق میفته؟ یعنی تو از اول میدونستی ما دوتا یه اسم، یه شناسنامه، یا شاید یه شوهر داریم؟ یعنی ما هر دوتامون زن تو بودیم؟ نه، اصلا شاید تو این سرنوشت رو برای ما رقم زدی. نه، غیر ممکنه. حتما اشتباهی شده که اینطور شده. پرویز، چرا هیچ وقت هیچی نگفتی؟ چرا هیچ وقت هیچی نگفتی پس؟ حتما تو از این ماجرا خبر داشتی. حتما با این زن. نه، نه، کاش فقط میکشتمت که این اتفاق نیفته. خدایا، حتما دارم اشتباه میکنم. این فقط یه سایه است که روبرو میستده. حتما یه سایه است. نور برگشته است. زن دوم. که اینطور؟ بله. چقدر خوبه که حالا به سیب زمینی ها فکر کنی. آخ آره، سیب زمینی ها. داشت یادم میرفت. چقدر این سیب زمینی ها درشتن. آخ آره، سالادی هن دیگه. یادت باشه هر وقت میخوای یه مشکلی رو فراموش کنی، سالاد درست کنی. دقیقا، منم همیشه همین کارو میکنم. اما میدونی سالاد درست کردن... سالاد درست کردن چی؟ هیچی، همینجوری. بذار یه چیزی رو بگم. چی؟ هیچی. زن اول سعی میکند استراب خود را پنهان کند. پرویز میگفت روزی که آدم به دنیا اومده
همیشه. تو چه روزی به دنیا اومدی؟ دوشنبه 26 آبان. 26 آبان؟ چطور ممکنه؟ قسمتی از صحنه تاریک است. تنها یک نور موضعی بر زن دوم. زن اول را نمیبینی. زن دوم رو به آینه حرف میزند. میدونم چرا اینطوری شد. من همیشه از شباهت میترسیدم. این داره دیوونم میکنه. من دیگه نمیتونم خودم باشم. پس بگو چرا یه سایه سیاه توی فالم افتاده بود. نور به شکل قبلی برمیگردد. به روز تولد من چیکار داری؟ سکوت حکم فرماست. به تدریج صدای نم نم باران. نور میرود، نور برمیگردد. اندک زمانی گذشته است و صدای باران شدیدتر میشود. هیچ وقت دقت کردی که صدای بارون چقدر میتونه قشنگ باشه؟ بارون بدی داره میاد. کاش نمیبارید. بارون لعنتی. حالا وقت بارون گرفتن بود؟ بارون نکبت. بد نیست. بذار بباره. ضرب گرفته رو اعصابم. من از این بارون متنفرم. ساکت باش. میخوام صدای بارون رو بشنوم. حالا. سعی کن از صدای بارون لذت ببری. ببین. دیگه اجازه نداری از بارون حرف بزنی. چطور ممکنه؟ تو این همه چیز در مورد من بدونی؟ من چیزی در مورد تو نمیدونم. اصلا میتونیم همه چیز رو نادیده بگیریم. چی رو نادیده بگیریم؟ همه اون چیزی که وجود داره. مگه میشه؟ ساکت باش و از صدای بارون لذت ببر. دیگه نمیتونم. میتونیم همه چیز رو انکار کنیم. من نمیتونم تو رو انکار کنم. میفهمی؟ خیلی دلت میخواد که همه چیز رو به اسم خودت ضبط کنی؟ یا اینکه سایه خودت رو با تیر بزنی؟ خیال میکنی؟ میترسی به جای من اشتباهی گرفته بشی؟ تا حالا 11 نفر اشتباهی گرفته شدن. چه فرقی میکنه 12 کی باشه؟ ما کاملا شبیه هم هستیم. صدای پارس سگ به تدریج شنیده و بیشتر میشود. من که حریف تو نمیشم. نه. 34 سیب زمینی داریم. خب که چی؟ الان ساعت چنده؟ 4:25:32. 32 ثانیه؟ نه 34 ثانیه. 34 ثانیه؟ نه الان شد 4:26. 4:26. آره. الان ساعت چنده؟ زمان چه اهمیتی داره؟ آره. زمان چه اهمیتی داره؟ وقتی که همه چی از پیش معلومه. ببین همه ی ساعت ها یه زمانو میگن و همه ی آینه ها یه جور نشون میدن. چقدر بد و وحشتناکی که یکی مثل یه سایه دنبالت کنه. پس خودت چی؟ نمیشه تحمل کرد. چقدر وحشتناکی که تو سایت عاشق یه مرد باشی. چقدر وحشتناکی که یه سایه به پلیس لوت بده. آه چقدر وحشتناکه که نتونی تکون بخوری که سایت ممکنه حرکات تو بدزده. همیشه از این میترسیدم که خودم نباشم. باورم نکنن. اینجوری له بشم. آره. چرا بایست با هم روبرو میشدیم؟ این یه اتفاق بود. جلوی اتفاقا رو نمیشه گرفت. میتونیم به این اتفاق پایان بدیم. پس اون 11 زن دیگه که شبیه ما بودن چی؟ همه ما یه سرنوشت داریم. اما شاید یکی از ما دوتا باقی بمونه. یا اینکه شاید بشه همه چی رو به تعویق انداخت. میخوای با مرگ بازی کنی؟ حالا دیگه نمیشه کاری کرد. داریم زمان از دست میدیم. نمیتونیم جلوی این اتفاق رو بگیریم. کاش میشد یکی از ما با یه اسم دیگه زندگی کنه. اما من نمیتونم. من با این اسم بزرگ شدم. پرویز منو به این اسم صدا میزد. وقتی به چهره خودم تو آینه نگاه میکنم تموم اون خاطره ها تداعی میشه. چقدر بده که یه روز با خودت مواجه بشی و ناچار باشی خودتو از بین ببری. تو عین منی. بس من عاشق تو هم. پرویز عاشق تو بوده. یعنی تو
تصویر منی توی آینه. اما من نمیتونم تحملت کنم. تو یکی دیگه هستی. یکی دیگه، تصویری که از من جدا شده اما هویت منو پیدا کرده. ازت بیزارم. ازت بیزارم. کاش میشد گم بشی که دیگه نبینمت. چرا اون کاردو نمیدی به من؟ بده. بده دیگه. اون کاردو بده به من. من همیشه به تصویر خودم تو آینه شک داشتم. کاردو میخوای چی کار؟ میخوام به بریدن شکلو ادامه بدم. فکر نمی کنم لازم باشه. میگم کاردو بده به من. گفتم که اینجا خونه منه و کارت باید دست من باشه. به کارت چنگ میزند. نور میرود. نور برمیگردد به شکل موضعی بر زن دوم. زن دوم در تاریکی و نگاهش رو به بالا و به نور موضعی نگاه میکند. همه ما زندونیه یه اسم و یه چهره شدیم. این آینه بود که به ما خیانت کرد. اون فرم ابروها، شکل لبا که فریبنده بود، تنها نمایش ممکن زیبایی بود. اما من خودمو به شکل تنقاشی کردم که زیبا بشم. اون حالت چشمها که فریبنده بود من رو فریب داد. قرار بود زیباتر از همه باشم و زیباترین زن شدم و تو من رو فریب دادی. حالا چشمام کشش چشمای تو رو داره، پلکام آرایش تو رو گرفته. من شبیه ترینم به تو. شکل من شدی و من اسممو از دست دادم و شناسنامم از دست دادم. اینطوری شد که هویتمو از دست دادم. پرویز عاشق من نبود، عاشق اون فرم لبا و چشما بود که مال من نبود و نقاشی شده بود روی صورتم. صورتی که همیشه با من بیگانه بود اما اسیرم کرده بود. کاش یه روی فراری بود، یا اینکه قرار بود اینجوری بشه. من اسیر جنگ با تو شدم. اسیرم کردی چون شبیه من بودی، چون باید به همه میگفتم تو با من فرق داری و من خودمم. تو موجود دیگه ای هستی، از من نیستی. حالا دیگه دلم میخواد از دست تا راحت بشم، چون ناچارم. باید بگم خودمم. من پردیسم. من خودمم. چی میشه برام مهم نیست. مهم اینه که من تو رو با دستای خودم از بین میبرم و از دست تو خلاص میشم. این بازی از قبل طراحی شده بود. بازی تمام زنای مرد یا بازی تمام زنای دنیا که همشون شکل همن و نمیتونن هویتی داشته باشن. اما شاید من با بقیه فرق دارم. این من بودم که پرویز عاشقش بود. من بودم که کشتمش. من بودم که زنای پرویز رو کشتم. بازی تمام زنای پرویز باید یه جای تموم بشه. اما پرویز فقط عاشق من بود. اون چهره فقط به من تعلق داشت. فقط و فقط به من. حالا من بازی تموم این زنها رو تموم کردم و می کنم. نور کامل می شود و بهتره که دوازدهمی تو باشی نه من. سیزدهمی کی می تونه باشه؟ نه من نیستم. نمی خوام بعدی باشم. نمی خوام هزارمی باشم. پس پلیس چی؟ زن دوم در کشمکشی تقلا می کند که کارت را از دست او بگیرد. صدای پارس سگ شدیدتر می شود. برای چند لحظه در کشمکش هستند. صدای جیغ، پارس سگ و باران به هم آمیخته است. هر دو زن به قتل رسیدند.
نور می رود. سر و صدای آدم ها از بیرون. سر و صدا آرام می شود و نور کم کم می آید. بعد از چند لحظه سکوت، زنی که لباس سیاهی پوشیده است و موهایش را داخل مقنعه سیاهی پوشانده است وارد می شود. زن کاملا شبیه دو زن اول است. با بهت به اطراف نگاه می کند و سعی می کند خودش را پنهان کند. اساسیه اتاق را وارسی می کند و دست آخر متوجه روزنامه داخل سطل می شود. زیر لب زمزمه می کند. پنجشنبه 6 آذر 1386. پلیس تا به حال 13 زن را که چهره شبیه قاتل داشتند دستگیر کرده است که 2 زن از این تعداد مرده پیدا شده.